فصل 24. در حالی که عیسی از معبد خارج می شد، شاگردانش توجه او را به بناهای معبد جلب نمودند. عیسی به آنها گفت: آیا این بناها را نمی بینید؟ یقین بدانید که هیچ سنگی از آن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهند ریخت. وقتی عیسی در روی کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش به نزد او آمده و به طور محرمانه به او گفتند: به ما بگو، کی این امور واقع خواهد شد؟ و نشانه آمدن تو و رسیدن آخر زمان چه خواهد بود؟ عیسی جواب داد: مواظب باشی که کسی شما را گمراه نسازد، زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت من مسیح هستم، و بسیاری را گمراه خواهند کرد. زمانی می آید که شما صدای جنگ ها را از نزدیک و اخبار مربوط به جنگ در جاهای دور را خواهید شنید. هراسان نشوید، چنین وقایعی باید رخ دهد، اما پایان کار هنوز نرسیده است. زیرا ملتی با ملت دیگر و دولتی با دولت دیگر جنگ خواهد کرد و قحطی ها و زمین لرزه ها در همه جا پدید خواهد آمد. اینها همه مثل آغاز درد زایمان است. در آن وقت شما را برای شکنجه و کشتن تسلیم خواهند نمود و تمام جهانیان به خاطر ایمانی که به من دارید از شما متنفر خواهند بود و بسیاری ایمان خود را از دست خواهند داد و یکدیگر را تسلیم دشمن نموده از هم متنفر خواهند شد. پیامبران دروغین زیادی برخواهند خواست و بسیاری را گمراه خواهند نمود و شرارت به قدری زیاد می شود که محبت آدمیان نسبت به یکدیگر سرد خواهد بود. اما هر کس تا آخر پایدار بماند نجات خواهد یافت و این مژده پادشاهی الهی در سراسر عالم اعلام خواهد شد تا برای همه ملت‌ها شهادتی باشد و آنگاه پایان کار فرا می‌رسد. پس هرگاه آن وحشت عظیمی را که دانیال نبی از آن سخن گفت در مکان مقدس ایستاده ببینید، شنونده خوب توجه کند. کسانی که در یهودیه هستند باید به کوه‌ها بگریزند. اگر کسی روی بام خانه‌ای باشد، نباید برای بردن اسباب خود به پایین بیاید. و اگر کسی در مزرعه باشد، نباید برای بردن لباس خود به خانه برگردد. آن روزها برای زنان آبستن و شیرده چقدر وحشتناک خواهد بود. دعا کنید که وقت فرار شما در زمستان یا در روز سبت نباشد. زیرا در آن وقت مردم به چنان رنج و عذاب سختی گرفتار خواهند شد که از ابتدای عالم تا آن وقت هرگز نبوده و بعد از آن هم دیگر نخواهد بود. اگر خدا آن روزها را کوتاه نمی کرد، هیچ جانداری جان سالم به در نمی برد. اما خدا به خاطر برگزیدگان خود آن روزها را کوتاه خواهد ساخت. در آن زمان اگر کسی به شما بگوید نگاه کن مسیح اینجا یا آنجا است، آن را باور نکنید. زیرا اشخاص بسیاری پیدا خواهند شد که به دروغ ادعا می کنند مسیح یا پیامبر هستند و معجزات و آیات بزرگی انجام خواهند داد، به طوری که اگر ممکن بود حتی برگزیدگان خدا را هم گمراه می کردند. توجه کنید، من قبلا شما را آگاه ساختم، اگر به شما بگویند که او در بیابان است به آنجا نروید و اگر بگویند که در اندرون خانه است باور نکنید. ظهور پسر انسان مانند ظاهر شدن برق لامع از آسمان است که وقتی از شرق ظاهر شود تا غرب را روشن می سازد. هر جا لاشه‌ای باشد لاش‌خوران در آنجا جمع می شود. به محض آن که مصیبت آن روزها به پایان برسد، خورشید تاریک خواهد شد و ماه دیگر نور نخواهد داد. ستارگان از آسمان فرو خواهند ریخت و قدرت‌های آسمانی متزلزل خواهند شد. پس از آن علامت پسر انسان در آسمان ظاهر می‌شود و
و همه ملل عالم سوگواری خواهند کرد و پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمانی می آید. شیپور بزرگ به صدا خواهد آمد و او فرشتگان خود را می فرستد تا برگزیدگان خدا را از چهار گوشه جهان و از کرانه های فلک جمع کنند. از درخت انجیر درس بیاموزید. هر وقت شاخهایان جوانه می زنند و برگ می آورند، شما می دانید که تابستان نزدیک است. به همان طریق وقتی تمام این چیزها را می بینید، بدانید که آخر کار نزدیک، بلکه بسیار نزدیک است. بدانید تا همه این چیزها واقع نشود، مردمان این نسل نخواهند مرد. آسمان و زمین از بین خواهند رفت، اما سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت. هیچ کس غیر از پدر از آن روز و ساعت خبر ندارد. حتی پسر و فرشتگان آسمانی هم از آن می‌خبرند. زمان ظهور پسر انسان درست مانند روزگار نوح خواهد بود. در روزهای قبل از طوفان، یعنی تا روزی که نوح به داخل کشتی رفت، مردم می‌خوردند و می‌نوشیدند و ازدواج می‌کردند و چیزی نمی‌فهمیدند تا آنکه سیل آمد و همه را از بین برد. ظهور پسر انسان نیز همین طور خواهد بود. از دو نفر که در مزرعه هستند، یکی را می‌برند و دیگری را می‌گذارند، و از دو زن که دست آس می‌کنند، یکی را می‌برند و دیگری را می‌گذارند. پس بیدار باشید، زیرا نمی‌دانید در چه روزی مولای شما می‌آید. به خاطر داشته باشید، اگر صاحبخانه می‌دانست که دزد در چه ساعت از شب می‌آید، بیدار می‌ماند و نمی‌گذاشت دزد وارد خانه‌اش بشود. پس شما باید همیشه آماده باشید، زیرا پسر انسان در ساعتی که انتظار ندارید خواهد آمد. کیست آن غلام امین و دانا که اربابش او را به سرپرستی خادمین خانه خود گمارده باشد تا در وقت مناسب جیره آنان را بدهد؟ خوشا به حال آن غلام اگر وقتی اربابش برمیگردد او را در حال انجام وظیفه ببیند. بدانید که اربابش اداره تمام مایملک خود را به عهده او خواهد گذاشت. اما اگر آن غلام شریر باشد و بگوید که آمدن ارباب من طول خواهد کشید و به اذیت و آزار غلامان دیگر بپردازد و با میگساران به خوردن و نوشیدن مشغول شود، در روزی که او انتظار ندارد و در وقتی که نمی‌داند اربابش خواهد آمد و او را از میان دو پاره کرده به سرنوشت ریاکاران گرفتار خواهد ساخت، در جایی که گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد.